قال و اغفل الناس من لم يتعز به تغییر دنیا من حال الى حال. غافلترین مردم اون کسی است که از این تغییرات و تبدلاتی که در عالم وجود و در میان انسانها بالخصوص به وجود می آید این موعظه نگیرد، پند نگیرد. این غافله، چون پر این دنیا از موجبات پند و سکنتم مساکن الذین ظلموا انفسهم، تو این آیات کریمه قرآن به کسانی که به دولت و به مقامی رسیدن تذکر میده. اینجایی که شما امروز نشستید، قبل از شما یک عده دیگری نشسته بودن، اونا رفتن شما آمدید. این تبدل حالات در عالم، این تغییر مسیر تاریخ بشر، بالا رفتنها، پایین آمدنها، اینها انسان باید پند بگیره از اینها. پند هم انواع و اقسامی است، یعنی خیلی، فقط این نیست که انسان احساس کند که خب این نعمت زوال پذیره، که این یکی از پند هاست. اگر نعمتی امروز من و شما داریم، دیگرانی هم قبل از ما بودن که این نعمت رو داشتن، از اونها گرفته شد. در سطح دنیا هم همین جوره، از من و شما همین نعمت ممکنه گرفته بشه. تصور نکنیم ابدی است، تصور نکنیم امضا شده و تضمین شده و قطعی است. این نعمت را بایستی با شکر الهی و ادای وظیفه نعمت باید حفظ کرد.